هذا القرآن وبحق من أرسلته به، يعني بحق پیغمبر، وبحق كل مؤمن مدحته في، بحق هر مؤمنی که در قرآن او را ستایش کردی و ستودی، یعنی به حق ائمه معصومین، مؤمن در رأسش اهل بیت است، و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق کامل. شب قدر شبی است که در آن قرآن کریم بر پیامبر نازل شده است. خداوند به عظمت و فضیلت شب قدر در قرآن نیز اشاره کرده و سوره‌ای به نام سوره قدر را نازل کرده است. امشب اینجا که گرد آمده ایم به دو مناسبت، اولین مناسبت شب قدر است، اولین شب قدر، و دوم مناسبت شب ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. در فضیلت شبهای قدر آیات و روایات فراوانی وجود داره که در قرآن کریم یک سوره به نام سوره قدر داریم که خدای متعال می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. یعنی شب قدر فضیلتش بالاتر از هزار ماه هسته، یعنی ما در ماه مبارک رمضان با فضیلت تر از شبهای قدر نداریم، یعنی شبهای قدر در واقع قلب ماه مبارک رمضان هست و یک فرصت استثنایی که برای ما به وجود می آید تا ما بیاییم و گرد هم جمع شویم، با خدای متعال راز و نیاز بکنیم و خود را خلاصه از همه پلیدی ها و از همه بدی هایی که در جامعه هست از خدای متعال بخواهیم که ما را در حفظ و امان خودش نگه بدارد. در باور مسلمین شب قدر شبی هست که مقدرات انسان ها دو شب رقم میخوره. شب قدر یکی از پرفضیلت ترین شب ها هست در طول یک سال که ما نفس میکشیم، زندگی میکنیم و تماما با روزمرگی زندگی میکنیم، و این سه شب فرصتی هست برای احیای روحی که در جریان زندگی ممکن هست با حوادث زندگی کدر شود. و امشب شب 19 هم هست، شبی که بنابر فرموده معصومین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مقدرات انسان ها در این شب رقم میخوره، یعنی این شب 19 هم مقدرات انسان ها تعیین و شب بعد تایید و ان شاء الله در مرحله نهایی و مرحله اجرا میرسه. ما در شب قدر که اینجا میاییم، کل مردم که با این همه با علاقه که میاد، فقط عافیت خود را طلب میکنیم و دعا میکنیم خدا ما را عاقبت بخیر بسازه. و این شب کسی فکر میکنم اشتباه نشد، در نزد امام جعفر صادق علیه السلام رفتن، گفت اگر ما شب قدر را درک کنیم از خدا چی بخواهیم؟ خب در جواب اون نفر گفته که عاقبت بخیری، که ما عاقبت بخیر شیم انشاءالله تعالی. ما زمانی که در این شب همونطور که ما آمدیم مثلا در این شب احیا بکنیم، انتظار داریم که گناهان ما در این شب بخشیده شود، یعنی ما اعمالی را که در طول یک سال انجام میدیم و خطاهایی را که انجام میدیم در این شب میاییم از ما توبه میکنیم تا خداوند ما را ببخشد. شب 19 رمضان شبی است که در تاریخ اسلام به عنوان یکی از شبهای پرفضیلت و مهم شناخته می شود. در این شب امام علی علیه السلام با ضربه شمشیر زخمی شد. این واقعه در سحرگاه 19 رمضان سال 40 قمری در مسجد کوفه توسط ابن ملجم مرادی اتفاق افتاد. حضرت علی علیه السلام در سحری نماز صبح در شب 19 در مسجد کوفه در حین ادای نماز صبح توسط شقی ترین انسان ابن ملجم مرادی با ضربت به پیشانیش حضرت زخمی میسازه که شب 21 حضرت شهید میشه. خود حضرت علی علیه السلام یک بنده خالص خدا بود و مقام و عظمتش در نزد خدا خیلی بالا بود. بنابراین ما در روایات داریم که ایشان قرآن ناطق هست و
در این شب ایشان ضربت خورده و مردم هم به خاطر امی احیا میگیرند تا در این شب بخشیده شده و امو گناهانی که انجام داده یا امو خطاهایی که در انجام داده امونا در این شب با آبروی حضرت علی علیه السلام بخشیده شده و آمرزیده شده. علی کسی است که نه تنها با اندیشه و سخنش بلکه با وجود و زندگیش به همه دردها و نیازها و همه احتیاجهای چند گونه بشری در همه دورها پاسخ می‌دهد. او تجلی شهامت و شجاعت، عدالت و وفاداری به عهد خداست و علی مطیع مطلق در برابر خداوند است. اولا که خود اسم امیرالمؤمنین شجاعت، اصلا از اینا بگذاریم، انسان کامل را در ذهن من شخصا زنده میکنه. همطور که جورج جرداق مسیحی، یک مسیحی میایه از امیرالمؤمنین به عنوان یک نمونه انسان کامل یاد میکنه، ما مسلمان ها که دیگه جای خود داریم. امیرالمؤمنینی که کفش هایشان صدها وصله داشتن، لباس هایشان پینه‌دوزی شده بود، امیرالمؤمنینی که شبها کولبار خرما و شیرشان پشتشان بود و همیشه میرفتن در خانه یتیم ها، یتیم هایی که هیچ کس را نداشتن جز امیرالمؤمنین و هیچ کس هم نمیدونست این مردی که شبها میاد در خانهشان و بهشان رزق و روزی میرسانه به فرمان خداوند کی هست. بعد از شهادت امیرالمؤمنین یتیم های کوفه تازه حس کردن پدر از دست دادن و خب این در ذهن همه انسان ها، حالا چه شیعه، چه سنی، چه مسلمان، چه غیر مسلمان، چه اهل کتاب، چه یهودی، چه مسیحی، از هر طیف شخصیتی با هر دین و مذهبی ایره زنده میکنه که امیرالمؤمنین نمونه بارز یک انسان کامل بودن. امیرالمؤمنینی که وقت علی میگیم حس میکنیم، انسان حس میکنه شجاعت معنای واقعی خودش را پیدا کرد. وقتی که نام حضرت علی میاد همه میفهمیم عدالت، نام عدالت به ذهن های انسان ها میاد و شب قدر شبی است که شب ضربت خوردن مولا است، شب 19 هم یعنی شبی است که عدالت ضربت میخوره. امام عدالت پیشه بود، یعنی عدالت رو که امام داشت نتونستن مخالفینش ایره تحمل بکنن که در این اثر ابن ملجم مامور میشه به کشتن امام و به شهادت رسیدنشان. ما هر وقت اسم حضرت علی علیه السلام را میبریم واقعا چند چیز به ذهن ما تبادر میکنه. یکی از چیزهایی که تبادر میکنه شجاعت و دیگری عدالت حضرت علی علیه السلام، دیگری عبادت حضرت علی علیه السلام که واقعا در هر بودی که ما بیاییم نظر بیاندازیم و نسبت سنجی بکنیم، حضرت علی علیه السلام یک الگوی بارز برای ما هست. زمانی که من نام امام میشنوم یادم میرسد که یتیمان هم بابایی دارن، یعنی بزرگترین پناه برای بی‌سرپرستان و یتیمان هستن که از لطف و سایه مهر و محبت پدر محروم. من شخصا خودم، چون بقیه را محک نزدیم، فقط خودم را میگم، من شخصا خودم هر وقت کسی میگه امام علی علیه السلام قلبم زیر و رو میشه. نه به این عنوان که مثلا ما خیلی مرید امیرالمومنین، ما دلباخته امیرالمومنینیم، ما خاک پای امیرالمومنینیم، ولی متاسفانه نمیدانم این دنیا چی داره که قدر انسان را از اون مرحله ای که باید به او برسد دور کرده، ولی ما باز هم دلباختگان امیرالمؤمنین هستیم. هر چند اگر دنیا ما را بخواید دور بکنه از این نمونه کامل انسانیت، وقتی کسی میگه امام علی علیه السلام قلب ما زیر و رو میشه و در ذهن ما واژه امیرالمؤمنین خیلی خوشاهنگ ضرب میگیره. اینو واقعا میگم، خیلی خوشاهنگ ضرب میگیره. و وقتی که میگه امیرالمؤمنین نمونه یک انسان کامل، یک انسان حقیقی، او انسانی که خداوند جهان را برایش چیکار کرد، خلق کرد تا او انسان به کمال برسه، امیرالمؤمنین نمونه او انسان کامل هسته که خودش را به کمال مطلق رسانده و در پی هسته که بازماندگان و جاماندگان مثل ما را هم دست بگیره و به سوی او روح یداللهی چیکار بکنه، هدایت بکنه. جدای از بعد عبادی که شبهای قدر داره، بود سیاسی شبهای قدر است. یعنی ما در این شبها که اینجا گرده هم میاییم ایره به دنیا و به جهانیان میفهمانیم که ما ادامه دهنده راه حضرت علی علیه السلام هستیم. در روایات داریم ائمه به ما یاد دادن اگر کسی آقا را قبول نداره با سوره قدر با او استدلال بکنین، بگین انا انزلناه فی لیلت القدر، خدا در شب قدر قرآن نازل کرده، خب قبول. و ما ادراک ما لیلت القدر، تو نمیدونی شب قدر چی شبیه. لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر از هزار ماه
از 30,000 شب بالاتره. 1000 ضرب 30 بکنید یعنی عمل در این شب. بعد تنزل الملائکه و روح، تنزل یعنی پایین میآید. کی میآید پایین؟ ملائکه، روح، روح هم پایین میآید. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم، در این شب به اذن خدا. حالا پیش کی میآید این سوال؟ پیش کی میآید؟ یک کسی هست که ملائکه هم پیش او میآید. خیلی چیز فهمیدنش سخت نیست، همونطوری که ملائکه به پیغمبر نازل میشه. منتها برای پیغمبر که نازل میشد قرآن می آورد، احکام می آورد. بعد از اون که پیامبر رحلت کرد دیگه قرآن تکمیله، دین تکمیله. اما ملائکه می آید شبهای قدر برای برنامه های دیگری زندگی بشر.